They are terrified and hungry. بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر، به یک مجموعه مهم و تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. منابع محلی از ولایت هرات میگویند که کمک‌های امدادی اندک است و مردم این ولایت در وضعیت بدی به سر میبرند. با گفته منابع در این میان اما وضعیت زنان و خصوص زنان باردار به شدت وخیم میباشد. یونیسف یا صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز اعلان کرده است که تا کنون 300 زن باردار که در وضعیت وخیم بهداشتی قرار دارند در میان زلزله زدگان هرات شناسایی شدند. این سازمان افزوده است که تاکنون بیش از 90% از کشته شدگان زلزله ها در هرات زنان و کودکان هستند. منابع محلی از ولایت هرات میگویند که شب گذشته چندین زن در داخل کوچه ها، خیمه ها و داخل موترها زایمان کردند. یک جوان هراتی که نمیخواهد نامی از وی برده شود میگوید که خانومش باردار بود و نصف شب گذشته یعنی شب چهارشنبه 11 اکتبر به یک بارگی درد زایمان گرفت و افسوده است که هیچ راهی نبود و ما مجبور شدیم تا در داخل کوچه یک خیمه بزنیم و خانومم در داخل کوچه در حالی که هیچ دکتر و دوایی وجود نداشت طفلش را به دنیا آورد و افسوده است که خانومم در حدود 1 ساعت بیهوش بود ولی سرانجام به هوش آمد و زنان سفید کوچه و نزدیکانم نیز به وی کمک کردند و افسوده است که این وضعیت بدترین حالتی بود که تا به حال دیده بودم. با گفته این جوان هراتی نزدیک صبح بود که به یک بارگی زلزله تازه‌ای صورت گرفت و وحشت همه جا را فرا گرفته بود. وی علاوه کرده است که ما مجبور شدیم تا کوچه را ترک کنیم و خانومم را به جای دیگری انتقال بدهیم. با گفته این جوان هراتی وضعیت خانومم هم اکنون خوب نیست و به شدت ضعیف شده است. این جوان افسوده است که وضعیت طفلم که در چنین وضعیتی به دنیا آمده است نسبتاً خوب است و این دومین فرزند پسر در خانواده اوست که در چنین وضعیتی چشم به جهان گشوده است. این جوان هراتی از سازمان‌های بین الملل و افراد خیر می‌خواهد تا به داد مردم هرات برسند. دم مردمی که کمک کردن گرم، دم مردمی که استوری کردن گرم. و افسوده است که مریضان زن و آسیب دیدگان دختر اکثرا تلف می شوند زیرا دکتران زن اندکن و در ضمن رسم و رواج ها و باورهای نادرست باعث می شود که زنان کمتر مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد. سازمان دکتران بدون مرز هم میگویند که زخمی های مرخص شده حاضر به ترک خیمه های درمانی نیستند چون دیگر خانه ای برای رفتن ندارند. Those who have survived have no home to return to. همچنین آب‌های آشامیدنی در هرات و اطراف هرات به اثر زلزله به شدت گلالود شده و برای فعلا قابل استفاده نیست. از سوی هم یک تن از شهروندان دیگر هراتی میگوید که شماره ای از خانه ها در قریه چاووک ولسوالی انجیل ولایت هرات در پی زلزله روز چهارشنبه 11 اکتبر به گونه کامل تخریب شده است و افسوده است که هم اکنون این خانه ها به تله هایی از خاک تبدیل شده و قریه نیز به یک ویرانه تبدیل شده است. مسئولان طالبان در هرات نیز گفتند که بعد دنبال زمین لرزه قدرتمند صبح امروز و پس لرزه های آن حداقل 25 زخمی به شفاخانه حوضوی هرات منتقل شده و نیمی از روستاهای بغرچر و چاهک زیر آوار رفتند. همچنین منابع محلی میگویند که بیش از 1200 خانواده در ممیزک ولایت هرات نیاز جدی به پوشاک و کمپل دارند. منابع محلی میگویند که در شب‌های سرد کنونی مردم در کوچه‌ها آواره و در بدرند. شاروالی هرات در دستور تازه گفته است که به دلیل شرایط اضطراری و در پی زلزله‌های مرگبار تمام مسئولان پارک‌های داخل شهری باید پارک‌هایشان را به طور رایگان در اختیار مردم قرار داده و از مردم پول نگیرد. شاروالی کابل نیز طی مکتوبی گفته است که قراردادی‌ها حق ندارند تا از مردم بابت
استفاده از پارک ها و خدماتی که در آن ارائه می شود همانند سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی پول بگیرند. منابع محلی از هرات از این دستور طالبان استقبال می کنند، اما می گویند که این مکتوب شاروالی باید هرچه عاجل تطبیق گردد. در همین حال شماری از مسئولان و باشندگان ولایت‌های بامیان، کندز و خست به هدف همکاری با آسیب دیدگان زمین لرزه هرات کارزار گردآوری پول نقد را راه اندازی کردند. به خاطر کمک مردم زلزله‌زده هرات همزمان با این منابع محلی از ولایت فاریاب میگویند دکتران یک زایشگاه در شهر میمنه مرکز این ولایت به دلیل برخورد خشونت آمیز یک عضو گروه طالبان با یک دکتر زن برای چند ساعت اعتصاب کاری کردند. منابع صحی از این ولایت روز چهارشنبه 19 میزان گفتند که یک عضو گروه طالبان شب چهارشنبه هفته جاری با تهدید به مرگ به یک دکتر زن وی را با زور اسلحه از اتاقش بیرون کشیده و نزد بیمار خود که در این زایشگاه بستر بود برده است. این منبع تصریح می کند که این عضو گروه طالبان همچنان تهدید نموده است که وی را بازداشت خواهد کرد. در واکنش به این برخورد عضو گروه طالبان پیش از ظهر روز چهارشنبه 19 میزان دکتران زایشگاه مرکزی ولایت فاریاب برای چند ساعت از کار دست کشیدند و دروازه زایشگاه را بستند. همچنین نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت میگوید با وصف محدودیت و با وصف مشکلاتی که امارت اسلامی پیش روی خود داشت، پروژه بزرگی همانند کانال قشتپه را عملی ساخت و افسوده است که این طرح در ابتدا ناممکن به نظر میرسد، اما امارت اسلامی آن را ممکن ساخت. مشکل معلوم میشد. امروز الحمدلله ما میبینیم که در صحنه عمل پیاده شده. در همین حال مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان هم گفته است که کانال قشتپه کانالی خواهد بود که ما را در بخش خودکفایی و استقلالیت غذایی کمک می‌کند و همچنان یک منبع بزرگ مواد خوراکی در منطقه خواهد شد و افسوده است که این کانال ما را از بسیاری از آفت‌ها حفظ خواهد کرد. این کانالی خواهد بود که ما و شما را در بخش مواد خوراکی خودکفا خواهد کرد. همزمان با این یک تن از شهروندان کشور با ارسال ویدیویی میگوید که وضعیت او در ایران وخیم است و این میافزاید که چندین عضو خانوادش متکی به او است و آنها غذایی برای خوردن ندارند. به گفته وی دلیل این امر این است که در این روزها پلیس‌های ایران مهاجرین غیرقانونی را میگیرند و رد مرز میکنند. مردم و شهروندان افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان میخواهند که در تصمیمشان تجدید نظر کنند. آنان میگویند که مردم افغانستان در وضعیت وحشتناکی به سر میبرند و انتظار دارند تا برادران مسلمانشان آنها را درک کنند. دوستان عزیز، به پایان این سرویس خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.